بفرمایید. اگر اجازه بدید من با دو تا سوال آخر که آقای دکتر راجی کردن و مریم خانم عزیز به شفق اشاره کردن با اون شروع بکنم، برای اینکه بسیار مثال جالبیه و شاید بعضی از این سوالای خوبی که مطرح شد توی اون جواب داده بشه. بله، من هم فکر میکنم با درایت پیشینیان ما و اجداد ما به اون لحظه که سفید و سیاه در آسمان از در آشتی در میان، میگیم گرگ و میش و بسیار زیباست. و مریم خانم گفتید که در قرآن به این لحظات قسم خورده میشه، اگر لطف بکنید برای من اون آیات رو بفرستید خیلی ازتون ممنون میشم. من ایمیلم در دانشگاه ویرجینیا است، یا اگر ایمیل خودتون رو برای من بفرستید من براتون ایمیلم رو خواهم فرستاد، اگر امکانش براتون باشه خیلی ممنون میشم. حتما. بعد مثال دیگه ای که فکر میکنم یه مقداری به سوال بسیار جالبی که آقای دکتر راجی مطرح کردن، مسئله شناخت مرزها، مسئله سلف اند آدر، مسئله اینکه آیا این یه پارادایم شیفته یا یه چیز ماندگاره، که خب پارادایم شیفت آغاز یک چیز ماندگاره، اون چیز ماندگار میمونه تا باز یه پارادایم شیفت دیگه بشه، باز اون ماندگار بشه و بعد باز یه پارادایم شیفت بشه. ولی میخواستم اینو در طبیعت براتون مثال دیگه بزنم که حتما خودتونم آشنا هستید. وقتی این دو قطب مثبت و منفی، حالا اسمشونو بذاریم، یا وقتی قطره های باران با نور خورشید از در آشتی در میان، یک رنگین کمان به دنیا میاد. در اون لحظه است که رنگین کمان که یک پلی است که زمین رو به آسمون، به فردوس برین وصل میکنه، به دنیا میاد. اینی که طبیعت به ما مثال های زیادی از این لحظات آستانه ای میده، لحظاتی که دقیقا شاید بشه اسمشم گذاشت یه پارادایم شیفت. و من میخوام توجهتون رو به این نکته هم جلب بکنم که آخه بی سبب نیست که هزاران سال راویان شیرین سخن زبان فارسی داستانشون رو با این شروع کردن: یکی بود یکی نبود. ببینید، یعنی در تقاطع این دو قطب، در تقاطع این بود و نبود، در تقاطع این آفتاب و باران که ما فکر میکنیم در تضادن، یه مرتبه یک رنگین کمان زاده میشه. البته میشه وقتی این مثبت و منفی هم با هم در تضاد باشن، رد و برق ایجاد بشه که اونم به یه نحوی کاملا باید قبول کرد که لحظات آستانی. و من فکر میکنم به این دلیله که مذاهبی مثل مذهب اسلام، مثل مذهب کلیمیت قرآن میگیره یا مزوزا میذاره، بر اینکه اون لحظه هم میتونه معجزه های خوب زاده بشه، هم میتونه لحظات خطرناکی باشه. حالا من سعی میکنم سوالای دیگر رو تا اونجا که در توانم هست و وقت اجازه میده جواب بدم. آقای راد عزیز خیلی صحبتهای فوق‌العاده‌ای کردن و من از همه سوالا خیلی آموختم
و کاشکی همه ضبط شده بود که من بیشتر میتونستم بهش گوش بدم. خیلی ممنون آقای راده عزیز که مثال شیرین نظامی رو زدید. بله شیرین این الگو رو عوض میکنه و در ادبیات ما داریم، فقط شیرین نیست، زنهای دیگه هم داریم. از اون شاید الگو عوض تر کن ویسه، در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانیه. ولی فراموش نکنیم که هر دوی اینها متعلق به ایران قبل از اسلام هستند و هر دو، هم اسعد گرگانی هم نظامی، تاکید میکنن بر این فصل. اصلا حرف شما که بسیار جالب بود و درسته، شیرین اولین باری که ما میبینیمش رو صحنه را در صفحه سوار اسبه، که علل اصول در ادبیات، ادبیات بیشتر اوقات ما زن سوار اسب کمتر میبینیم، نمیگیم نیست. همین که شما فرمودید و شیرین یکی از اون مثال است. ببینید ما داستانهای عاشقانه در ادبیات فارسی خیلی داریم، ولی و برای من اینا خیلی جالب بودن و من یک مقاله نوشتم درباره اهمیت ندیمگان در ادبیات فارسی. ما هیچ داستان عاشقانه فارسی نداریم، لااقل من نمیشناسم، که این زن و مرد عاشق بتونن با هم رابطه برقرار کنن اگر یک شخص سومی رابطه اینا نبود. تنها مثالایی که داریم که احتیاج به این رابط نبوده که چشم و گوش و پای زنی بشه که محجوبه و در چارچوب خودش مونده، ادبیاتیه که به وضوح میگه اینا مال قبل از اسلام بوده. در مورد شعر کفن سیاه، بله کاملا حرفتون درسته، اینا لحظه های پارادایم شیفته، لحظه هایی که الگوها رو عوض میکنه، لحظه هایی که یه فکر تازه، یه تصویر تازه برای ما ارائه میده. راجع به مسئله زمین، اینی که زن رو اصولا با زمین و باروری دونستن و مرد رو با پرواز یا آسمان، کاملا درسته. ببینید سرزمین گل و بلبل، وقتی ما میگیم گل همیشه زن بوده در ادبیات فارسی، دقت که بکنیم میبینیم قاعدتا نباید اینا جنسیت داشته باشن، ولی معلومه گل ایستاست، مستقره، و این مرده که بلبله و میخونه. و باز من در این مورد نوشتم من برای بلبلای مرد دلم میسوزه، چرا دنبال بلبلای زن نیستن؟ چرا دنبال یه گلی میره که اصلا جوابگوش نیست؟ گل که صحبت نمیتونه بکنه، گل که نمیتونه جوابگوی این مرد باشه. و حرف آقای روشنی کاملا درسته از یه نظری. من اصلا نیتم این نبوده که این جدایی دنیای زن و مرد، یا یک دو تا از دوستای دیگه هم اینو گفتن که یه عده مرد نشستن و یه کانسپیرسی تیوری داشتن که حالا ما زنا رو میاییم اینطوری. اگر وقت نبود که من بیشتر راجع به این صحبت بکنم، اصلا بحث من جدایی زن و مرد نیست. من تمام سعیمو کردم که بگم این جدایی، این دوگانگی راه رو برای درک بهتر اجتماع ما از ما میگیره. من دنیا رو اصلا زنان مردانه نمیبینم،
من اصلا فکر نمی کنم که فقط این مردا بودن که این تفکیک جنسیتی رو بر زنا تحمیل کردن. اتفاقا در همون ادبیاتی که منبع این تحقیق من هست، برخی از زنها به مراتب بیشتر از مردا میخوان که زنها رو بتونن در اون چهارچوبی که فکر میکنن فضای زنان است نگه دارن. بحث دیگه که بسیار درسته و ممنونم که خاطر نشون کردید، من همواره معتقد بودم در سیستمی که، و من میگم اینا سیستماتیکه، اینا فقط مختص زن یا مرد نیست، اینا در تمام جامعه است. سیستمی که به زن زور بگه الزاماً به مرد هم زور گفته، و مرد هم در اون سیستم تحت یک سری قوانینی محدود شده که نباید میشد. ببینید اتفاقاتی که اخیراً در این 5 ماه در ایران افتاده و مسبوق به یه سابقه است، یه مرتبه نیفتاده، هرچند الان ما اوجش رو داریم میبینیم. چون ببینید در این 10 سال 12 سال اخیر چقدر در ایران کتاب چاپ شده و مقاله چاپ شده راجع به زن ذلیلی، اسمش بعضی ها گذاشتن زیزی، کوچیکش کردن به زیزی. 4 تا کتاب من خوندم که عنوان زن ذلیل در تیترشه، نمیدونم ناصرالدین شاه پادشاه زن ذلیل، چرا مردها زن ذلیلن، روانشناسی زن ذلیلن. و وقتی این کتابا رو میخونید میبینید چجوری اینا میخوان دنیا رو بر مبنای جنسیت تقسیم بکنن. دنیا بر مبنای جنسیت تقسیم نمیشه. جنبش زنان در ایران که من افتخار اینو دارم که 50 سال اونو مطالعه کردم، هیچ زنی تا اونجا که من آشنا هستم نبوده که با پشتیبانی و حمایت یک مرد نتونسته باشه کارایی رو که کرده باشه. من فکر میکنم همون رو در مورد مردها هم میتونم بگم. هیچ مردی نمیتونسته در این سیستمی که بر مبنای خانواده هست، بر مبنای، نمیتونسته حد اعلای موفقیت رو پیدا بکنه اگر یک همسر و همراه و همسفری نداشته که واقعا همراه و همصحبتش بوده. و اگر اجازه بدید من باید برم، دیرم شده. فقط یه چیزی که چند نفر بهش اشاره کردن این بود که وقتی شما در دهات میرید، وقتی در جاهایی میرید که زنها کشاورزی میکنن، و من به اون اضافه میکنم حتی در شهرها زنهایی که از طبقات پایین تر هستن، بل اجبار باید آزادی حرکت داشته باشن. زنی که باید بره خونه، اگر یادتون باشه اون فیلم بسیار جالب طلاق سیمین و جدایی نادر و سیمین، جدایی نادر و سیمین، ممنونم، بر مبنای این میچرخید یه مقداری که اون زنی که احتیاج به پول داشت مجبور بود از خونه بیاد بیرون و بره یه جا دیگه کار کنه، و شوهرش بیچاره داشت له له میزن که این با اجازه کی از خونه من خارج شده. شما وقتی در همون جاهایی که مثال میزدی و زنها کشاورزی میکنن و 100% درسته، زحمت میکشن پا به پای مرد،
اگر برید در قهوه خونه اون شهر، میبینید زنی در اونجا ننشسته. یعنی اون آزادی حرکت زن یک نیاز اقتصادی بوده، نه یک آزادی حرکت. شما وقتی در مملکتی زندگی میکنید که من در این سن و سال برای اینکه پاسپورت بگیرم احتیاج به اجازه مرد دارم، این دیگه بهترین بیان اینه که آزادی حرکت به یک اندازه به زن و مرد اهدا نشده. و من یکی از دوستان لطف کردن راجع به سیندرلا صحبت، راجع به باربی صحبت کردن، کاملا حرفتون درسته. من در دانشگاه ویرجینیا یک کلاس درس میدم به اسم From Cinderella to Barbie Women and Beauty Cross Culturally، که اصلا حرف هم اینه که گرفتن آزادی حرکت از زنان یا محدود کردنش، همه رو که نمیشه گرفت، محدود کردنش اصلا متعلق به یک مملکت یا یک فرهنگ یا یک مذهب نیست. و برای اینکه حسن ختام، شما به پای باربی اگر دقت بکنید، پای باربی مسله شده است، پایی که تو کفش چینی بوده. باربی من اندازه گیریاشو کردم، یک زنی که 1.70 متر قدشه، 120 پونده، یعنی خیلی کوچیکه. بیشتر این 120 پوند یه مقداریش تو سینه هاشه، برای اینکه سینه هاش اونقدر بزرگه. ولی پاش پای یک دختر 4-5 ساله است. اگر دقت بکنید، اغلب یه بعضی وقتا یه تفاوتایی گذاشتن، کفش باربی همیشه پاشنه بلنده و اندازش اندازه یک دختر بچه 4-5 ساله، 6-7 ساله است. این مسئله ایه که به نظر من خیلی راجع بهش میشه صحبت کرد. اصلا سیاه یا سفید نیست، اصلا بحث من مردانه یا زنانه نبوده. اتفاقا به عنوان کسی که علاقه به مسائل زنان داره، من فکر میکنم تنها راه حل اینه که به این مسائل زنانه یا مردانه نگاه نکنیم. این مسائل مسائل زیربنایی اجتماع ماست.